شورای مسلمانان انگلیس از لایه پیشنهادی جدیدی که امکان سلب مخفیانه شهروندی افراد دو تابعیتی را به دولت این کشور می دهد به شدت انتقاد کرد این شورا اعلام کرد قانون پیشنهادی که به دولت بریتانیا اجازه می دهد تا به طور مخفیانه تابعیت بریتانیایی را از شهروندان دو تابعیتی سلب کند به طور آشکار نجات پرستانه است و بافت جوامع اقلیت این کشور را تهدید می کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. زارا محمد دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا با انتشار بیانیه ای گفت لایه ملیت و مرزها توهین به حقوق بشر است. به نظر می رسد این لایه تلاش دیگری برای به راندن بیشتر گروه های اقلیت است و در این حال آزادی های مدنی ما را از بین می برد. در ادامه این بیانیه آمده جوامع اقلیت در سراسر بریتانیا عمیقا از این لایه نگران هستند به ویژه به دلیل آنچه در پی مرگ غمانگیز پناهندگان در کانال منش دیده این ملیت و تابعیت یک امتیاز نیست بلکه یک حق انسانی است ما از همتایان می خواهیم که سریح صحبت کرده و به این لایه رأی منفی دهند این فراخان در حالی مطرح می شود که اعضای مجلس اعیان برای بررسی لایه بحث برانگیز پیشنهادی پریتی پاتل وزیر کشور تشکیل جلسه دادن این لایه که منتقدان آن را لایه ضد پناهجویان نامیدند حاوی مقرراتی است که به پاتل اجازه می دهد تا بدون اطلاع قبلی شهروندی افراد را حذف و یک سیستم دولایه برای پناهجویان ایجاد کند صد نفر از چهره های جامعه مدنی قبلا در نامه سرگشاده لایه ملیت و مرزهای پیشنهادی دولت را محکوم کرده و آن را به طور آشکار نجات پرستان خنده هند. در نامه سرگشاده این گروه این قانون به عنوان مسیری برای سلب حق رأی و حتی اخراج رنگین پوستان در مقیاسی بی سابقه توصیف شده است. محمد ربانی مدیرعامل سازمان حقوق بشر کیگ گفت این لایه به دنبال تقویت اختیار محرومیت نجات پرستانه و اسلام حراسی و تضعیف بیشتر حق دادرسی و تجدید نظر عادلانه است این اختیارات باید به طور کامل لغو شوند از سوی دیگر جمعی از جوانان مسلمان در انگلیس پویشی را در این کشور با هدف مقابله با اسلام ستیزی در جهان راه اندازی کردند که در شبکه های اجتماعی با استقبال خوبی همراه شده است. بر اساس نتایج تحقیقات صورت گرفته، زریب خشونت علیه مسلمانان و حوادث مرتبط با اسلام حراسی در بخش از انگلیس تا 80 درصد پس از برگزیت افزایش داشته و پلیس نسبت به پیگیری این موارد کوتاهی می کند.